درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. محمد باقر قالیباف یکی از محورهای اصلی شعارهای انتخاباتی خود را تلاش گازنبوری با شعار اخراج مهاجران افغان قرار داده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در مصاحبه‌ای تازه با اشاره به دوران حکومت پهلوی در ایران گفت قبل از انقلاب کار زیاد شده است. ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام در حال گسترش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم است. لوی آرنو شهروند فرانسوی زندانی در ایران روز پنجشنبه بعد از آزادی از زندان به پاریس بازگشت. بایدن از گروه 7 می‌خواهد که از مذاکرات آتش بس غزه حمایت کنند. ایالات متحده بار دیگر روسیه را به ربودن کودکان اوکراینی متهم کرد و شمار آوارگان در جهان به بیش از 117 میلیون تن رسیده است. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز پنجشنبه 13 ماه جون 2024 میلادی برابر است با 24 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی. یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور رهبر جمهوری اسلامی به صراحت از شرکت کنندگان در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری خواست فردی را انتخاب کنند که دیدگاه های او تعارضی با علی خامنه ای نداشته باشد. او که روز سه‌شنبه 23 خرداد ماه در همایشی با عنوان نهضت خاطره‌گویی دفاع مقدس سخنرانی می‌کرد، افزود مردم رئیس جمهوری را انتخاب کنند که خود را نفر دوم بداند. مشاور خامنه ای تاکید کرد که رئیس قوه مجریه اگر بگوید آقا این را میگوید من این را میگویم، این باعث مشکلات در کشور میشود. رئیس جمهور نباید دو قطبی ایجاد کند. این یکی از صریح ترین اظهار نظرهای یک فرد نظامی درباره انتخابات در ایران است که آشکارا برای مشارکت انتخاباتی شهروندان تعیین تکلیف میکند. محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی که کاندیدای ریاست جمهوری شده، یکی از محورهای اصلی شعارهای انتخاباتی خود را بر جلوگیری از ورود پناهجویان افغانستانی به ایران و اخراج مهاجران غیرقانونی قرار داده است. همیهن روز پنجشنبه 24 خرداد ماه از این روی کرد با عنوان برخورد گازنبوری و مهاجرستیزی به سبک احزاب راست افراطی اروپا یاد کرد. قالیباف اخیراً در بخشی از تبلیغات انتخاباتیش به موارد پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه برای اختصاص بودجه به مرزهای شرقی و انسداد کامل در این زمینه اشاره کرد. قالیباف وعده داد اتباع غیر مجاز ساکن ایران را بر اساس این برنامه به طور کامل طرد کند. او چاره‌جویی قاطعانه برای حل مسئله چند بعدی اتباع بیگانه غیر مجاز و توجه به ابعاد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آن را از دغدغه‌های مهم مردم خواند. بر اساس آمار وزارت کشور و برآورد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، بین 4.5 میلیون افغانستانی در ایران زندگی می‌کنند که به گفته مقامات جمهوری اسلامی حضور حدود 4 میلیون تن از آنها قانونی است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در مصاحبه تازه با اشاره به دوران حکومت پهلوی در ایران گفت قبل از انقلاب کار زیاد شده است. احمدی نژاد در گفتگویی با سایت خبر فوری گفت شاید به برخی رویکردها اشکال بگیریم، اما در آن دوران هم به دنبال مهار تورم و افزایش رفاه بودند. رئیس جمهور سابق ایران که به تازگی نامزدیش برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان رد شده، همچنین با بیان اینکه تا چه زمانی می‌خواهیم با آمریکا سرشاخ باشیم گفت بعد از انقلاب با آمریکا میشد مسائل را حل کرد، اما برخی سفارت اشغال کردند و کار سخت شد. به سپس خواستار ورود سرمایه‌های آمریکایی به صنعت نفت ایران شد. سایت خبر فوری
این مصاحبه را روز سه‌شنبه 22 خرداد ماه منتشر کرده، اما میگوید که محمود احمدی نژاد در شرایطی مقابل دوربین خبر فوری نشست که هنوز خبری از عدم احراز صلاحیت خود نداشت. او در گفتگو با خبر فوری با انتقاد دخالت نهادهای دیگر در مذاکرات هسته‌ای گفت در سیاست خارجه فقط دولت تصمیم نمیگیرد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در دو سایت زیرزمینی خود را گسترش داده است. این خبرگزاری با این حال تاکید کرده که مقیاس این گسترش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم به اندازه‌ای نیست که بسیاری از آن می‌ترسیدند. جمهوری اسلامی ایران در گذشته به قطعنامه‌های شورای حکام واکنش نشان داده بود و به دنبال تصویب قطعنامه قبلی شورای حکام در سال 2022 سطح غنی‌سازی اورانیوم را به 60% رساند که به سطح مواد لازم برای تولید سلاح اتمی نزدیک است. 5 دیپلمات که نخواستند نامشان فاش شود به رویترز گفتند که جمهوری اسلامی ایران این بار در صدد است آبشارهای بیشتری از سانتریفوژها دستگاه غنی‌سازی اورانیوم را در یکی از تأسیسات زیرزمینی خود نصب کند. 3 تن از این دیپلمات‌ها اضافه کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که برنامه پیشرفت ایران را رصد می‌کنند قرار است که امروز پنجشنبه گزارشی به کشورهای عضو آژانس در این زمینه ارائه کنند. رویترز به نقل از این دیپلمات‌ها نوشته است که مشخص نیست چرا ابعاد واکنش ایران کمتر از انتظار بود، اما شاید آنها منتظر روی کار آمدن دولت جدید هستند. لوی آرنو، شهروند فرانسوی زندانی در ایران که سال گذشته به اتهامات امنیتی به 5 سال حبس محکوم شده بود، امروز پنجشنبه بعد از آزادی از زندان به پاریس بازگشت. این شهروند فرانسوی که به اتهام شرکت در تظاهراتی به خاطر مرگ مهسا امینی بازداشت شده بود، بعد از گذراندن نزدیک به 2 سال در زندان اوین، اکنون با میانجیگری عمان آزاد شده است. وزیر امور خارجه فرانسه که به استقبال او آمده بود گفت: من بسیار خوشحالم که به یکی از گروگان‌هایمان که در ایران خودسرانه بازداشت شده بود خوش آمد می‌گویم. به افزود سرویس دیپلماتیک ما همچنان در تلاش است تا 3 شهروند فرانسوی دیگر را آزاد کند. ژاک پاریس، سیسیل کولر و مردی که فقط به نام اولیویه در زندان‌های ایران نگهداری می‌شود. ساکنان رفح امروز پنجشنبه گفتند که تانک‌های اسرائیلی همزمان با بمباران شبانه در منطقه غربی رفح پیشروی کردند و بسیاری از خانواده‌ها مجبور به ترک خانه‌ها و چادرهای خود در تاریکی هوا شدند. به گزارش رویترز، نیروهای اسرائیلی به سمت منطقه المواسی در رفح در نزدیکی ساحل که در اعلامیه‌ها و نقشه‌های منتشر شده توسط ارتش اسرائیل از زمان آغاز حمله به رفح در اردیبهشت ماه به عنوان منطقه بشردوستانه تعیین شده پیشروی کردند. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای هر گونه حمله به منطقه المواسی را تکذیب کرد و اعلام کرد که هدف از حمله نابودی آخرین واحدهای جنگی حماس در رفح است. در بیانیه اعلام شد که نیروهای ارتش اسرائیل در روز گذشته سلاح‌هایی را کشف کرده و مردان مسلح فلسطینی را در نبردهایی به هلاکت رساندند. تا یه روز گذشته ارتش اسرائیل اعلام کرد که 45 هدف را در سراسر نوار غزه از هوا مورد اصابت قرار داده که شامل سازه‌های نظامی، هسته‌های شبه نظامی، موشک‌اندازها و میله‌های تونل می‌شود. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، امروز پنجشنبه اعلام کرد که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، از رهبران گروه 7 کشور صنعتی جهان که در حال برگزاری نشست‌هایی در ایتالیا هستند، خواهد خواست تا از مذاکرات آتش‌بس غزه حمایت کرده و گروه افراطی حماس را به پذیرش پیشنهاد مورد حمایت اسرائیل تشویق کنند. گروه 7 یک مجمعی غیر رسمی با اجلاس‌های سالانه با عضویت ایالات متحده،
آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و کانادا است. سالیوان در حاشیه نشست رهبران گروه 7 در جنوب ایتالیا به خبرنگاران گفت که جهان باید این گروه شبه نظامی فلسطینی را به پذیرش این پیشنهاد تشویق کند و از بن‌بست جلوگیری کند. جک سالیوان گفت که اسرائیل از پیشنهاداتش برای جنگ 8 ماهه در نوار غزه پشتیبانی می کند و هدف این است که شکاف ها با حماس برطرف شود و به زودی به توافق برسند. دو منبع امنیتی مصر به خبرگزاری رویترز گفتند که حماس خواهان ضمانت های کتبی ایالات متحده برای آتش‌بس دائمی و خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه است تا طرح آتش‌بس مورد حمایت آمریکا را امضا کند. پیشتر میانجیگران قطری و مصری بدون آنکه به جزئیات اشاره کنند گفتند که حماس روز سه‌شنبه به طرح آتش‌بس مرحله‌ای برای پایان دادن به جنگ 8 ماهه با اسرائیل پاسخ داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع مصری و منبع دیگری که نام او را اعلام نکرد گزارش داد که حماس نگرانی‌هایی درباره پیشنهاد فعلی دارد، از جمله اینکه این پیشنهاد تضمین‌های صریحی برای انتقال از مرحله اول این طرح به مراحل بعدی ارائه نکرده است. مرحله اول شامل آزادی گروگان‌ها و آتش‌بسی 6 هفته است و مرحله دوم آتش‌بس دائمی و عقب‌نشینی اسرائیل از نوار غزه را در بر می‌گیرد. منابع مصری به رویترز گفتند که حماس تنها در صورتی این طرح را می‌پذیرد که تضمین‌های لازم در این زمینه داده شود و از مصر خواستند که در این مورد با آمریکا مذاکره کند. رنگ رشمن در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کند. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرد که رهبران کشورهای گروه 7 موافقت کردند با استفاده از سود به دست آمده از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه در خارج، وام 50 میلیارد دلاری به اوکراین برای کمک در مبارزه علیه تهاجم روسیه پرداخت کنند. آسوشیتد پرس روز پنجشنبه نوشت جزئیات این توافق همچنان در حال بررسی است، اما یک مقام فرانسوی که نخواست نامش فاش شود روز چهارشنبه به این خبرگزاری گفت که این وام احتمالاً تا قبل از پایان سال میلادی جاری در اختیار کیف قرار خواهد گرفت.
بیشتر این 50 میلیارد دلار در قالب وامی توسط ایالات متحده پرداخت می شود که وثیقه آن سودهای حدود 300 میلیارد دلار دارایی های مسدود شده روسیه است که اکثرا در کشورهای اتحادیه اروپا نگهداری می شود. آمریکا و اوکراین می‌خواهند در حاشیه اجلاس گروه 7 در ایتالیا در روز پنجشنبه یک توافقنامه امنیتی دو جانبه به امضا برسانند. این خبر را جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در هنگام پرواز به سوی ایتالیا اعلام کرد. به گزارش منابع آمریکایی این توافقنامه شامل تحویل سلاح و حمایت از اوکراین است، اما اعزام نیروهای ارتش آمریکا به اوکراین در آن در نظر گرفته نشده است. تا کنون 15 کشور با اوکراین توافقنامه امنیتی امضا کردند. ایالات متحده بار دیگر روسیه را به ربودن کودکان اوکراینی و سپردن آنها به خانواده‌های روس متهم کرد، اتهامی که بعد از انتشار گزارش‌های تازه‌ای از جزئیات این اقدامات ادعایی تکرار شده است. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت این اقدامات نفرت انگیز و وحشتناک است. کودکان اوکراینی به خانواده‌هایشان در داخل اوکراین تعلق دارند. به افزود روسیه نه تنها علیه ارتش اوکراین بلکه علیه مردم اوکراین جنگ به راه انداخته است. نشریه فاینانشال تایمز روز چهارشنبه در گزارشی تحقیقی نوشت که 4 کودک اوکراینی را شناسایی و ردیابی کرده که به روسیه برده شده و نام و مشخصات دیگر آنها را برای فرزندخواندگی در یک وبسایت روسی گذاشتند. این گزارش میگوید که کودکان مورد اشاره بین 8 تا 15 سال سن دارند. یک زیردریایی هسته‌ای و یک ناوچه موشک‌انداز روسیه روز چهارشنبه در بندر هاوانا پایتخت کوبا پهلو گرفتند. آمریکا و کوبا میگویند سفر این شناورهای جنگی روسیه تهدیدی برای منطقه نیست، اما سفر این شناورها در بحبوحه جنگ در اوکراین نوعی نمایش قدرت از سوی مسکو تلقی می‌شود. زیردریایی هسته‌ای کازان در این سفر هیچ سلاح هسته‌ای هم نمی‌کند و 3 کشتی نیروی دریایی روسیه شامل ناوچه، موشک انداز آدمیرال کوشکوف، 1 پروند نفتکش و 1 کشتی یدک‌کش نجات آن را همراهی می‌کنند. در ادامه وضعیت ناامن برای کشتی‌های تجاری در آب‌های اطراف یمن، شرکت امنیتی بریتانیایی آمبری روز پنجشنبه اعلام کرد که یک کشتی با ارسال یک تماس خطر از اصابت موشک به خود خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این کشتی در حدود 129 مایلی شرق ساحل عدن در یمن از مالزی عازم بنیز ایتالیا بود. آنطور که آمبری 24 خرداد ماه ارزیابی کرده، این کشتی هدف حمله حوثی‌ها قرار گرفته است. هنوز مشخص نیست که کشتی تجاری یاد شده متعلق به چه کشوری بوده و با پرچم کدام کشور حرکت می‌کرده است. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان روز چهارشنبه گفت که تدوین معاهده صلح با جمهوری آذربایجان به زودی به سرانجام خواهد رسید، اما کشورش درخواست باکو برای تغییر قانون اساسی خود را نخواهد پذیرفت. بعد از پایان نثارات، درگیری میان نیروهای پلیس با مخالفان دولت ارمنستان که به سیاست‌های پاشینیان از جمله بازگرداندن روستاهای ویران شده به جمهوری آذربایجان معترضند آغاز شد. گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده از ایروان نشان می‌دهد که نیروهای پلیس به سمت معترضان که در اطراف پارلمان ارمنستان تجمع کردند، بمب‌های صوتی گیج کننده پرتاب می‌کنند. معترضان سپس به سوی ساختمان هیئت دولت ارمنستان حرکت کردند و در نهایت متفرق شدند. خبرگزاری‌های روسی به نقل از مقامات پلیس ارمنستان گزارش دادند که 17 تن از افسران پلیس در این درگیری‌ها مجروح شدند. وزارت کشور ارمنستان هم اعلام کرده که 76 شهروند غیر نظامی مجروح و 98 تن هم بازداشت شدند. همچنین وبسایت خبری ارمنی سیویلنت به نقل از پاشینیان نوشته که معاهده صلح با جمهوری آذربایجان نوشته شده و صرفاً به برخی اصلاحات نیاز دارد تا امضا شود. فرانتون هشمن بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. در
درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا بهمون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. در کلینیک سوکای مدسپاس زیر نظر دکتر مهناز جمالی می توانید از خدمات بی‌نظیر این کلینیک بهره مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفاف سازی و جوان سازی صورت، بوتاکس های درمانی، عضل سازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکال مدسپاس تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال می‌کنیم. گزارش مشترکی که وزارت محیط زیست اوکراین و چند سازمان زیست محیطی این کشور روز پنجشنبه به صورت مشترک منتشر کردند، نشان می‌دهد که حمله روسیه به اوکراین باعث ورود 175 میلیون تن دیوکسید کربن به جو زمین شده است. این گزارش به انتشار گازهای گلخانه‌ای در جریان تعمیرات بعد از تخریب ناشی از جنگ و سوزاندن میلیاردها لیتر سوخت از توی خودروهای نظامی اشاره کرد. در گزارش آمده که در جریان جنگ نزدیک به 1 میلیون هکتار از مزارع و جنگل‌ها به آتش کشیده شده، صدها ساز نفت و گاز منفجر شده و مقادیر زیادی فولاد و سیمان برای تقویت صدها مایل جبهه در خط مقدم جنگ استفاده شده است. تهاجمی که مسکو آغاز کرد، علاوه بر ده‌ها هزار کشته و میلیون‌ها آواره، 175 میلیون تن دیوکسید کربن به زمین تحمیل کرده که معادل آلایندگی سالانه 90 میلیون خودرو و برابر کل آلاینده های کشور هلند در یک سال است.
تازه ترین گزارش سالانه کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد حاکی است که شمار مردم جابجا شده در جهان در سال میلادی 2023 به تعداد 8,800,000 تن افزایش یافت. بر پایه این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، مجموع کل آوارگان اجباری در پایان سال 2023 به بیش از 117 میلیون تن رسید که نشان می‌دهد در 12 سال گذشته در یک روند دائمی شمار آوارگان رو به افزایش بوده است. سیر سعودی جمعیت آوارگان عمدتاً ناشی از درگیری‌های نظامی و خشونت‌های شدید بوده است. آژانس سازمان ملل در امور پناهندگان آوارگی اجباری را ناشی از ناکامی دولت‌ها در حفظ صلح و امنیت جهان می‌داند. بیرانگان عشمان، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. بزرگان خوش رو بردون بازم کنم.